با درودهای بسیار خیلی خوشبخت و خوشحالیم که شما همچنان بیننده این برنامه ورزشی هستید که 301مین از سری برنامه هایی که تا به حال از تلویزیون ایران فردا پخش شده. به هر حال 75 روز به مراسم گشایش بازی های المپیک توکیو باقی است. 75 روزی که همچنان باز مسئولان در ژاپن نگرانی دارن، چون مسئله کرونا در اونجا بسیار جدی است و در حالی که 1% مردم ژاپن تا به حال واکسینه شدن، به هر حال در همین مراسم حمل مشعل که به صورت امدادی انجام میشه و همچنان در شهرها و قسمت‌های مختلف کشور ژاپن ادامه داره، پیرترین مرد جهان هم قرار بود که یک قسمت از این حمل مشعل رو به عهده بگیره که بیشتر از 108 سال داره، اما بعدش از حمل این مشعل پشیمون شد و گفتش که ممکنه به خاطر همین که من بیام این مشعل رو هم بکنم ویروس کرونا رو به خانه سالمندان که خودم در اونجا هستم انتقال بدم. اما هفته پیش میهمان ما آقای دکتر صدرالدین الهی بودن، استاد روزنامه‌نگاری و استاد نویسنده پاورقی های متعدد و یکی از بنیانگذاران کیهان ورزشی که یک مجله واقعاً مؤثر بود برای شناخت ورزش واقعی در ایران میهمان ما بودن. این هفته باز هم این خبر خوش رو به شما میدم که آقای دکتر الهی همچنان باز هم میهمان ما هستند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر الهی و لطف کردید که برای دومین بار در این برنامه شرکت کردید. مسئله اون بار گفتید که کیهان ورزشی مثل یکی از فرزندان شماست، گفتید پسر دوم منه، اما به مسئله بازی‌های المپیک هم پرداختیم، از المپیک 1964 که شما در اونجا واقعا گزارشگر بودید، می‌رفتید می‌نوشتید، تا بازی‌های المپیک 2020 که حالا 2021 انجام میشه. خیلی خوش آمدید. مثل اینکه این بازی‌های المپیک فرق داره با اون بازی‌های المپیک 1964 به دلیل اینکه الان تحت تهدید کرونا هست، اینطور نیست؟ خب این ببینید آقای عزیزاده، این گرفتاری جهانی در همه زمین ها، نمیتونی ازش بگیری فرار کنی، نمیتونی قاطیش نشی، درسته؟ گرفتاری جهانی و چیکار روز کرد؟ بگیم زنها نه مساقه نباشه باز زنها در المپیک، اصلا المپیک شد 66 المپیک 2004 یه چیز دیگه باید بشه. من تنظیم چیزی نمیتونم تشخیص بدم، فکر میکنم که باید با روحیه المپیک و با روحیه بازیگری و ورزشکاری بازی های المپیک رو ادامه داد، حالا هر شرایطی هست باشه. امروز هم خوندم خب خیلی 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 سخته، میدونم چه حکایتی هست، اصلا چیکار میشه کرد. آقای دکتر الهی، یکی دیگه از ویژگی‌های این بازی‌های المپیک توکیو که به نوعی به کشور ما هم ارتباط داره، حضور 55 ورزشکار واقعا نامدار که بسیاری از اونها قهرمان جهان بودن زیر پرچم المپیک است به عنوان تیم پناهندگان. اصلا فکر می‌کردید روزی بیاد که ایران ورزشکارش بره زیر پرچم المپیک و جزء تیم پناهندگان مسابقه بده؟ به هر حال در 13 کشور که دیکتاتوری اداره میشن و یا فقیرن، این ورزشکارانشون زیر پرچم المپیک در بازی‌های المپیک شرکت میکنن. پیام این پناهندگان رو شما در چه میدونید؟ خیلی ساده، ببینید وقتی شما نتونستید در جایی که محل بالیدن و رشدتون بوده کاری بکنید، نمیتونید از اون چی دلتون دوست دنبالش و دوست داره خودداری بکنید و کنار بگیرید. بنابراین ورزش رو باید حفظ کنن. حالا اگه در داخل مملکت نمیتونن این کار رو بکنن و الان هم این مطلبی که شما فرمودید خیلی تازه است، یعنی پیدایش این تیم با پناهندگان در بازی های المپیک، به نظر من خودش یه پیام تازه است برای مردم دنیا که اگه همه جور دنیا خراب بشه
ورزش خراب نمیشه. اونایی که ورزش رو دوست دارن میمونن باش و باش میجنگن. آقای دکتر الهی، شما همیشه در نوشته هاتون، حتی از اون زمان که در کیهان ورزشی می نوشتید، تأکید میکردید که مبارزه مدنی باید از روی سکوها انجام بشه، آغاز بشه، سکوهای ورزشگاه ها. اما الان سکوها که خالیه، ورزشگاه ها هم به صورت مردانه در اومدن و زنان ایران که بسیار هم اعتراض کردند، جزء گروه معترضین در به این رژیم هستن، اونها به ورزشگاه ها راه ندارن. آیا همچنان شما به این اعتقاد هستید که مبارزه باید از روی سکوها انجام بشه؟ 100%. یعنی من همچنان به فکر اولیه خودم در سالهای نوجوانی شما پابندم که ورزش عامل رهایی انسانه و باید از هر کاری شما در میکنید از طریق ورزش میتونید به رهایی برسید، در حالی که در کارهای دیگه ناگزیر به این دسته به اون دسته به اون فکر بستگی دارید. ورزشه که هیچ بستگی اونجوری به وجود نمیره، خودت هستی و میخوای که ثابت کنی انسانی و میتوانی کارش رو بکنی. سیدنی نظر بنده، ورزش عامل رهایی انسان و به هر حال رشد و نما به زنان. خبر خوش اینه که در سال 2024 که بازی‌های المپیک در پاریس انجام میشه، همونجا که شما مدت‌ها در تحصیلاتتون رو در این شهر انجام دادید، قرار هست که تعداد ورزشکاران زن و مرد 50-50 باشه. یعنی این اولین باره. 100 سال پیش 3 یا 4 تا خانم در بازی‌های المپیک پاریس اون موقع شرکت کردن، الان 50% زنان، 50% مردان. به هر حال فکر می‌کنید این یکی از نقطه‌های مثبت این بازی‌های المپیکه؟ اگر موفق بشوند که این فکر رو اجرا کنند، در حقیقت یک بار دیگه روح بزرگی ورزش رو روی سکو آوردن و به دنیا نشون دادن که زن فرق نمی کنه با مرد و وقتی در صحنه مبارزه قرار میگیره هیچ تفاوتی با مرد نداره و این بزرگترین پیروزی است که زنها میتونن داشته باشن در المپیک 24. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر الهی از وقتی که به این برنامه دادید. آیا توصیه یا به هر حال حرفی با ورزشکاران امروز جوان در ایران دارید؟ به این دست امروز همین میخواهش میگم که فقط به روح ورزش فکر کنه و خودش رو آزاد از تعقیدات و آبستگی های کناری بکنه. یعنی فکر کنه باید حتما به فلان سیستم ایدئولوژیک وابسته باشه تا ورزشش رو ادامه بده. این خیلی کار بزرگیه. ورزش عامل آزادیه، عامل رهایی آدم از بندهای فکری کهنه شده و پا دست خورده هستش. این رو تنها توصیه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که دخترهای ما در آینده فکر کنن که به این وسیله به آزادی‌های بیشتری دست پیدا خواهد کرد، به این وسیله خودشون رو میتونن بیشتر به دنیا نشون بدن و قبول کنن که مسئولیتشون مسئولیت قابل توجهی است. آقای دکتر الهی، خیلی سپاسگزارم از اینکه در این برنامه ما شرکت کردید و به هر حال حرفایی زدید، ناگفته های ورزش و اون چی که باید گفت. ازتون خواهش میکنم باز هم در این برنامه ما شرکت بکنید. با سپاس از شما. من در اختیار شما هستم. در هفته بعد یا هفته های بعد که خواستیم صحبت کنیم شما حضور رو بگید، بنده اون چی وقت میرسه خدمتتون از خواهم. سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید. با سپاس از آقای دکتر صدرالدین الهی، علی کارگردانمون و همه کسانی که این برنامه رو به حال دنبال میکنن. تا برنامه آینده ما که روز چهارشنبه هست با شما بدرود میگیم. امیدواریم روز و روزگار بهتری داشته باشید.